سلام دوستان، آیا دوست دارین یک صورت عالی و درخشان داشته باشین و این تحول رو در یک هفته ببینین؟ اگه این موضوع براتون جالب هست لطفا در ادامه با من باشین. دوستان گلم، امیدوارم هر جای دنیای بزرگ هستی حالتون خوب باشه. از دوستانی که هنوز سابسکرایب نکردن خواهش میکنم که سابسکرایب کنن، اون زنگوله رو بزنن تا در جریان ویدیوهای جدید قرار بگیرن. اینجوری به سارا کمک میکنین و لطفا لایک یادتون نره. این هم اینستاگرام سارا هست. ازتون خواهش میکنم که ویدیو رو بین دوستاتون شیر کنین. دوستان این ویدیو یک ویدیوی آموزشی هست و ازتون خواهش میکنم که کوتاه هست و با حوصله تا انتها گوش کنید. اما میریم سر وقت اینکه تمام ما داریم تلاش میکنیم برای به دست آوردن یک پوست بی نقص که و من شاید توی این همه سال که دارم فعالیت میکنم گفتم که مهمترینش آبرسانی به پوستتون هست. یک مرطوب کننده مناسب پوست شما میتونه کمک کنه و پیشگیری کنه از خیلی مشکلاتی که در سالها و سنهای بالاتر باید بابتش هزینه های خیلی بالاتری رو پرداخت کنید. اولین نکته که در مورد اینکه چرا ما پوستمون رو هیدراته میکنیم این هست، نمیذاره خطوط ریز شروع به ظهور داشته باشن. حتی اگر شما جز کسانی هستین که حالا مثلا خطوط ایجاد شده، میتونیم با آبرسانی و استفاده از مرطوب کننده حتی اونها رو محو کنیم بدون اینکه استفاده کنین از یک لایه بردار شیمیایی. نکته دوم این که باعث استحکام سد دفاعی پوست خودتون میشین. سد دفاعی وقتی محکم و مستحکم هست، عوامل و تحریک های خارجی، باکتری ها، ویروس ها، قارچ ها نمیتونن وارد پوست شما بشن و به این شکل پوستتون محافظت میشه. از طرفی با استفاده از یک ضد آفتاب خیلی ساده میتونین پوستی درخشان و محکم و ترد داشته باشین. یعنی این موقع دیگه UVA همچین فرصتی رو پیدا نمیکنه که بخواد وارد پوست بشه و کلاژن رو تخریب کنه. همه اینها بسته که به این داره که شما یک روتین ساده اولیه اما مهم رو همراه با یک مرطوب کننده یا آبرسان درست استفاده کنید. امروز من در مورد مرطوب کننده هایی که خودم استفاده میکنم میخوام صحبت کنم. اولین چیزی که یادتون باشه که این به شکل جنرال و خوراکی هست، استفاده از پروبیوتیک ها هست. پروبیوتیک ها باعث میشن که شما در سیستم گوارشیتون یک بالانس رو داشته باشید. پروبیوتیک یا قرص ها و کپسول های پروبیوتیک در تمام فروشگاه ها وجود داره با همین نام پروبیوتیک. حالا نهایتا اسمای شرکت ها و نام های تجاریش فرق میکنه و اگر فرمول رو نگاه کنید همون پروبیوتیک است. باعث میشه که شما یک سیستم گوارش و دفع درست داشته باشید و اولین علائمش رو شما روی پوست صورتتون میبینید. پس حتما در روتینتون از این قرص های مکمل پروبیوتیک حتما استفاده کنید. حتی عزیزانی که پوست های چرب دارن، پوست های جوشدار دارن، اگر استفاده کنن به مرور میبینن که جوش هاشون کمتر شده. حتی ترشح چربی پوستتون هم کاهش پیدا میکنه. یعنی انقدر مؤثر هست و همون چیزی که شما میخواین، پوست درخشان رو به شما هدیه میده. یک هفته شروع کنید، نتیجه رو میبینید. استرس های خارجی، اشعه ماورای بنفش و گرد و خاک روی پوست تأثیر میذاره و پوست شما رو خوش میکنه. آیا شما تجربه این رو داشتین که مثلا رفته باشین پیکنیک یا جایی یا بیرون از خونه و یک احساس خشکی رو صورتتون هست؟ یک علتش این هست و پوست خوش میشه. سعی کنید در محیط بیرون حتما یه بطری آب داشته باشید. من همیشه مخالف نوشیدن و زیاده روی در مصرف آب هستم. این مقاله دکتر رودنز هست، درماتولوژیست معروف آمریکایی، که قشنگ این جمله رو میگه: زیاده روی در مصرف آب و نوشیدن آب باعث میشه که شما ویتامین ها و املاح بدنتون رو از دست بدین. و نمونه های زیادی رو دیدین که افرادی که فکر کردن که با زیاده روی و نوشیدن زیاد آب میتونن زندگی یا جوانیشون رو به خودشون برگردونن و حتی باعث مرگ خودشون شدن. پس به شکل نرمالی که شما باید 8 لیوان آب در روز بخورید و سعی کنین که این رو ارگانایز و برنامه ریزی کنین تا بتونین میزان کافی آب به بدنتون برسه، مخصوصا وقتی بیرون هستین. پس حتما بطری آبتون رو با خودتون ببرید.
اما اینجا یک مرتوب کننده میخوام بهتون معرفی کنم که مخصوص پوست های آسیاییه. ببینید دوستان، به هر حال تمام فارسی زبان ها آسیایی هستن و این یکی از تایید شده ها، یک محصول ژاپنی هست. من دیروز حقیقتش رفتم بخرم این محصول رو، چون حتی استفاده نکرده میدونم که چقدر ترکیبات خوبی در داخلش هست و چه نتایج خوبی و به همه هم پیشنهاد میدم که بخرن. خودم هم به زودی آنلاین باید سفارشش بدم. این برای همه گروه های پوستی اینقدر راحت میشه استفاده کرد، چه پوست نرمال دارید، چه پوست چرب دارید، چه جنس کسانی هستین که پوست های آکنه دار دارید، همه با خیال راحت میتونن ازش استفاده کنن. یک سری مشخصات داره که اینجا میخوام در موردش صحبت کنم. از مهمترین ترکیباتش نیاسینامید هست، یعنی ویتامین بیتری که خودش کاهش التهاب پوست هست و ضد ترشح سبوم. این خیلی عالی هست. با طبق مکانیسمی که در داخلش هست کمک میکنه کلاژن سازی تقویت بشه. دوستان، هنوز دانشمندا به خیلی از این علت ها رو کشف نکردن، یعنی نمیدونن که هنوز این محصولاتی که به شکل خارجی استفاده میشه و در مقابلش یک سد دفاعی پوست هست، اینها چه شکلی عمل میکنن و همچنان تحقیقات داره ادامه پیدا میکنه. ولی روی این محصول دقیقاً تقویت کلاژن سازی رو دیدم. یک جالبی که در داخل این محصول هست کارنوزاین هست. کارنوزاین چی هست؟ در از پوست رو در مقابل نور آبی محافظت میکنه. میدونید نور آبی چی هست؟ نور آبی نوریه که شما جلوی تلویزیون نشستین و تلویزیون نگاه میکنین، جلوی لپتاپتون هستین، یا اینکه موبایلتون حتی وقتی که توی تختتون هستین جلوی صورتتون قرار میدین. تمام اینها حاوی نور آبی هستن که ممکنه به پوست شما آسیب برسونن و این به عنوان یک فیلتر نور آبی هست. کارنوزاین فیلتر نور آب. این خیلی جالب بود. بعد در کنارش حاوی آنتی اکسیدان هست، در برابر اشعه ماورای بنفش خیلی عالی هست و برسانی پوست شما رو انجام میده با 4 تا هایلوریک اسید اصلی. یکی نانو هست، یکی سوپر هست، میدیوم و 3D. این 4 تا هایلوریک اسید هم در داخلش قرار گرفته. حالا به غیر از نیاسین آمید که ما میگیم که درخشان کننده و روشن کننده پوست هست، به خاطر اینکه نیاسین آمید ضد لک هست، حاوی سرامید هم هست، یعنی استحکام پوست. دوستان قدیمی میدونن سرامید، اگه سلول های پوست شما آجر باشن، سرامید ها در اصل ملات بین سلول ها هست که لیپید هایی هستن، که حالا این سرامید ها مشابه لیپید هایی هست که در روی پوست شما هست و خیلی نقش کلیدی رو ایفا میکنه. اما در کنارش چون ترشح سبوم رو کنترل میکنه، حتی باعث کوچک شدن منافذ باز پوستتون هم میشه، پی اش رو به تعادل میرسونه، الکل، پارابن و مشتقات روغن های حیوانی در داخل این محصول نیست. میگم دیروز خواستم بخرم و نتونستم. اما چیزهای دیگه که در مورد این محصول گفته میشه که سبک از سری جذب پوست میشه، آبرسانی عمیق میکنه بدون اینکه منافذ پوست شما رو ببنده. یعنی شما رو صورتتون میزنین خب، ولی بلافاصله جذب میشه و نه هیچ حالت چربی و روغنی رو بر روی پوستتون احساس نمیکنید. و از همه مهمتر اینکه آنتی کومودوجن نیست، پس جوشسا هم نیست. افرادی که جوش دارن با خیال راحت ازش استفاده کنن و هیچ احساس سنگینی رو نداره. این محصول فکر میکنم قیمتش حدوداً بین 20 پوند هست. حالا تو ویدیوهای بعدی طرز استفاده، وقتی که دستم رسید طرز استفادهش هم بهتون نشون میدم. اما یکی از مرتوب کننده های مورد علاقه من که در از یک آبرسان خیلی قوی هست، 8 تا هایلوریک اسید اصلی رو در داخلش داره، از محصول بایتری هست. یک بیس آب داره و بلافاصله جذب پوست میشه، یک احساس خنکی و خوشایندی رو میده. خیلی راحت چربیش جذب پوست میشه و چروک‌های اطراف چشم رو محو میکنه، یک حالت پفدار و ترد میده. متاسفانه این محصول قیمتش بالا هست، ولی عزیزانی که میتونن هزینه کنن، به نظر من این یکی از بهترین محصولات هست. اگه در کنارش، حتی اگه فکر میکنید این سنگین هست، میتونید از سرومش هم استفاده کنید. سرومش هم
حاوی 8 تا هایلورونیک اسید اصلی هستش. خب من مطمئنن این وقتی تموم بشه بعدی رو حتما خواهم خرید، چون خیلی ازش راضی هستم، ولی قبلی رو هم که بهتون معرفی کردم حتما میخرم، چون مصرف من کلن بالا هست. اما یک مرتوب کننده عالی دیگه دوستان، این برند درانک الفانت هست که این حاوی پپتاید هستش و یک آبرسانی خیلی قوی رو برای پوست صورت شما انجام میده بدون اینکه با پوست دست شما تماس داشته باشه و با یک فشار کرم خارج میشه. این هم برای عزیزانی که پوستهای خشک و پوستهای نرمال دارن خیلی خیلی عالی هست. این دوتا متاسفانه قیمتاشون بالا هست، ولی به نظر من هر خانمی باید توی میز آرایشش یک دونه از این دوتا رو داشته باشه. واقعا خیلی محافظت عالی رو بر روی پوست انجام میده و همیشه تایید شده و خوب هست. ولی حالا وقتی که محصول به دست من رسید، بدونی که من استفادهش کنم میگم که قابل قبول هست. محصول بعدی که من ازش استفاده میکنم، جعبش گم شده بود، ما فکر کردیم که ببخشید جعبش گم شده بود و من فکر کردم که دور انداختیم، ولی بعدا دیدم که چون یک هفته گذشت تو سطل آشغال اتاق دخترم بود و با نام پاریتو. پاریتو یک محصول کره هستش دوستان. یه سری مشخصات این محصول داره، بذاریم براتون بگم. یه جا یادداشت کردم که یادم نره. این حاوی ماده به نام سیسا هست. سیسا دوستان باعث کاهش التهاب و تسکین پوست هست. برای عزیزانی که پوست های خیلی حساس و تحریک شده دارن و نمیتونن هر محصولی رو قبول کنن، این میتونه خیلی عالی باشه. چرا؟ حاوی مادی به نام علف ببر هست، خیلی یه چیز قدیمی هست. چرا حالا اسمش علف ببر هست؟ چون مثلا اگر میدیدن که مثلا یه سری ببرها وقتی که بدنشون زخم میشه روی یک سری علف‌های خاص میرن خودشون رو میچرخونن و میمالن به اون علف‌ها و باعث بهبود زخمشون میشن. در اصل میتونیم بگیم که برای عزیزانی که پوست‌های جوشدار دارن، باعث بهبود سریع زخم‌ها یا جوش‌هایی هست که به شکل زخم روی صورتشون بوده هم کمک کننده هست. حاوی سه تا اسید هست که تقویت سد پوستی رو داره، رطوبت پوست رو حفظ میکنه، سرامید داره، کاملا مشابه لیپیدهای پوستی و از همه مهمتر حاوی نیاسینامید هست. یعنی کرم آبرسان هایی که حاوی نیاسینامید باشن میتونن از چند جبهه از پوست محافظت کنن و هیچ تحریک رو برای پوست ایجاد نمیکنه. حتی برای پوست های حساس بلافاصله جذب میشه و با اینکه حالت کرمی و سفید داره، اصلا حالت کرمی و سفید رو روی صورت هم نداره. حتی من این رو به عنوان پرایمر قبل از آرایشم هم استفاده میکنم و واقعا ازش راضی هستم. یک محصول کره هست و فکر میکنم قیمتش خیلی هم زیاد نیست، 15 پوند هست. با خیال راحت میتونید خریداری کنید. من لینک محصولات رو زیر ویدیو براتون میذارم. هیچ کدوم از این محصولات دوستان اسپانسری پشتش نیست. من اینها رو با پول خودم خریدم، امتحان کردم و با خیال راحت دارم به شما به پیشنهادش میدم. دوستان کلا باز هم شما هم اگه از مرتوب کننده خاصی استفاده میکنین که براتون جالب هست و فکر میکنین که به دوستان پیشنهاد بدین و کمکشون میکنه، حتما زیر ویدیو بنویسین. باز هم هر سوالی داشتین من در خدمتتون هستم. اگر سوالی نداشتین هر چی که دلتون خواست بنویسین، فقط برای سارا بنویسین. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.